پس کسی که مطیع خدا هست، زندگی او در عزت و در افتخار هستش، هرگز احساس بدی از نوع زندگیش نداره. ما چهار نکته داریم که نکته چهارم مربوط به امروز میشه. اگر عزیزانی که نبودن مایل هستن میتونن عکس بگیرن و یا میتونن روی یوتیوب، عزیزان میتونن روی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنیم به نام کشیش رسول حیدری که درسای قبلی رو داشته باشیم. نکته اول، ریشه بدی ها طمع به لذت دنیاست که ناخوشی میشود و برای رهایی از آن میبایست به اعتدال اندیشید و به استقامت در برابر وسوسه عمل نمود تا در سلامتی زندگی کرد. نکته دوم، ریشه بدی ها طمع به ثروت دنیاست که دلیل ناآرامی میشود و برای رهایی از آن میبایست به اعتدال اندیشید و به امید در برابر نگرانی عمل نمود تا در آرامش زندگی کرد. اینا اهداف خدا هست عزیزان. بله، ریشه بدی ها طمع به شهرت دنیاست که دلیل خودخوری می شود و برای رهایی از آن می بایست به اعتدال اندیشید و به تواضع در برابر کمالگرایی عمل نمود تا در امنیت زندگی کرد. نکته چهارم، تمام اینها دروسش روی یوتیوب هست عزیزان، میتونید برید پیگیری کنید و خواهش میکنم اگر آموختید به یک نفر بیاموزید، بهتر یاد خواهیم گرفت. نکته چهارم، ریشه بدی ها طمع به رضایت دنیاست که دلیل کمبینی میشود، چرا که من وقتی که ارزش خودم رو نمیدونم، در مسیح فرزند خدا هستم، سفیر روی زمین، کاهن هستم، حاضر هستم ارزشم رو از دیگران بگیرم، پس میخوام دیگران رو بیشتر نسبت به خودم راضی نگه دارم. و برای رهایی از آن میبایست به اعتدال اندیشید و به اقتدار در برابر ملامت عمل نمود، اون سرزنش های درونی، تا در عزت زندگی کرد، تا در افتخار زندگی کرد، تا در اون عزتی که خداوند به ما داده. و اون موقع هستش که میتونیم ما وقتی برای ایران، برای سرنگونی نظام اسلامی دعا میکنیم، برای آبادانیش خوب فکر کنیم، خوب اندیشه کنیم. مولوی میگه در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز مهر، بجز عشق، دگر تخم نکاریم. آمین. مبادا اجازه بدیم، نه در دلهای خودمون و نه هرگز اجازه بدیم عزیزان در کشور عزیز ما دروغ کاشته بشه. امروز که مسیح ایمان آوردیم، بیستیم سفت و محکم در راستی تحت اراده خدا، تحت عشق و محبت، و از خانت شروع کن، از محل کارت شروع کن، از یک رابطه با خودت شروع کن. صادق باش با خودت، با خانوادت صادق باش، و مطمئن باش که خدا تو رو برکت میده.